سلام، پرهام کچچیان هستم، نوازنده و مدرس سازهای کوبه ای. جلسه سوم کاخون رو میخوایم با هم شروع کنیم. لطفا قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم به من هی اصرار میکنن که بگم اینو، دکمه سابسکرایب و زنگوله بغلش رو تپ کنین که فیلم های ما رو تو یوتیوب دنبال کنین. میریم سراغ این که یه سری بزنیم به جلسه قبل. تو جلسه دوم 5 خط تمرین گفتم بهتون، یه مروری میکنیم 5 خط رو میزنم واسهتون، بعد میریم سراغ تمرینات جدیدمون. خب تو جلسه دوم تمریناتمون این بود، خط اولش این بود، حالا راست و چپش رو نمیگم، یک وش رو نمیگم، بدون گویش میزنم که سریعتر بشه و وقتمون رو نگیره زیاد. خب میریم سراغ خط اول، اینجوری بود. خب خط دومش، ضربات ضعیف بود. خب خط سوم، ضربات قوی یا اسلپ. خب خط چهارم به این شکل میشه، یه بار دیگه. خب خط پنجم و خط آخر به این شکل. اون مثلثی‌ها بودن گفتیم ضعیف، یه بار دیگه میزنم خط آخر رو. به همین راحتی میریم سراغ تمرینات جدیدمون. خب میریم سراغ تمرینات جدید این جلسه. ببینین یه کوچولو یه 5 خطی میگم بهتون تو این سکانس که دست چپ و راستمون را بیفته، ضربات ضعیف و قویمون را بیفته، بعد بریم سراغ تمریناتی که تو این جلسه باید تمرین کنید تا جلسه آینده که به مشکلی هم بر نخوریم. خب ببینید خط اول کلن چیه؟ ضربات متوسطه. خب چپ راستش هم پایینش نوشته به این شکل میشه، راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ. خب بدون گویش میزنم. خب یک کوچولو سریعترش میکنم، شما سریعتر نکنه، من میخوام سریعترش کنم ببینیم چجوری میشه. راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ، بدون گویش. خب میریم سراغ خط دوم. خط دوم باز تمام حرکات با ضربه متوسط زده میشه. خب و راست چپش هم پایینشون نوشته شده. آرومتر میزنیم، راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ، یعنی به این شکل بدون گویش. خب خط پایین بالاش هم دقت کنیم که کجا محدوده میانیه و کجا محدوده کناریه و کدوم نوت وسط میخوره و کدوم نوت کناره میخوره. خب میریم سراغ خط سوم. خط سوم به این شکل میشه، ببینین میگه که راست راست چپ چپ، راست راست چپ چپ. خب بدون گویش اجرا میکنم و یک کوچولو سریعتر به این شکل، سریعتر هم بشه. میبینین؟ ولی نمیخوام خیلی سریعتر بزنیم و شما دقت کنین که وسط این نوتهای چنگ دو به دو نزنین، یعنی زنجیروار و هم وصلش کنین. دقت کنین که من اینجوری نمیزنم، این نیست، زنجیروار و هم وصل، یه مدت زمانی رو در نظر میگیریم تا آخر خط به همون شکل پیش میریم. ببینین؟ خب میریم سراغ خط چهارم. خط چهارم چجوری میشه؟ خط چهارم یه دونه اسلپ داریم، یه دونه ضربه قوی داریم تو ضربه سوم، به این شکل میشه. ببینین، راست چپ چپ، راست چپ، راست راست چپ، یه بار دیگه، راست چپ چپ، راست راست چپ، ببخشید چپ راست راست چپ، یه بار دیگه، راست چپ چپ، راست چپ، راست راست چپ، بدون گویش. خب میبینین اون اسلپه، نمیخوام اینو خیلی قوی کنم، بهتر اون متوسطا رو یه ذره بیارم پایین که اسلپم بیاد رو. اینجوری میشه.
به همین راحتی. میریم سراغ خط پنجم، آخرین تمرین این سکانس به این شکل میشه: راست چپ راست راست چپ راست چپ چپ راست چپ راست راست چپ راست چپ چپ، بدون گویش و اون نوت اسلب و قوی هم رعایت میکنم به این شکل. با همین راحتی. خب میریم سراغ سکانس بعد که چند تا تمرین بگم بهتون و اونا رو بزنین به همین شکل. خب بریم سراغ سکانس بعد. خب میریم سراغ تمریناتی که این جلسه باید انجام بدیم تا جلسه آینده. خب ما 10 تا خط در نظر گرفتیم و میخوایم اینا رو بزنیم و به هم چسبیده و پیوسته و ریلکس و راحت. خب میریم سراغ خط اول. 5 تا خط اول رو من تو سکانس قبلی زدم، الان میخوام یه کوچولو سریعتر بزنم و خطای جدیدم که بهش اضافه میکنیم. خب خط اول به این شکل میشه، یه بار دیگه. خب خط دوم اینجوری میشه. خب خط سومش، خط چهارمش، یه بار دیگه. خب ضربه اسلپ رو رعایت کنیم. خط پنجم، یه بار دیگه. خب میریم سراغ خط جدید و خط ششم به این شکل میشه، یه بار دیگه، یه بار دیگه. خب میبینین ضربه های ضعیف داریم و ضربه های قوی. خب میریم سراغ خط هفتم به این شکل، یه بار دیگه. خب ضربه های متوسط، ضعیف و اسلپ ها یا قوی ها خواهشن رعایت بشه. میریم سراغ خط هشتم به این شکل، یه بار دیگه. خب خط نهم، یه بار دیگه. خب خط دهم و تمرین آخر به این شکل، خب با همین شکل. خط دهم یه کوچولو سریعتر میزنم ببینیم چه جوری میشه. با همین راحتی، با همین راحتی. خیلی باید نرم و راحت بزنیم و ضربات ضعیف، قوی و متوسط و خواهشن و خواهشن رعایت کنیم که کاملا ملک ذهن بشه و تو جلسات آینده به مشکلی بر نخوریم. میریم سراغ سکانس بعدی. خب جلسه سوم هم تموم شد. تو این جلسه نوت‌های چنگ رو گفتیم و ضربات ضعیف و قوی و دست چپ و راست. یه ذره سخت‌تر که نه، نمیتونیم بگیم که سخت‌تر، یه ذره پیچیده‌تر شده مسئله. خب ولی شما اینا رو تمرین کنیم به تب نرم میشه دستامون و متوجه میشیم چی به چیه. تا جلسات آینده اینا رو خواهشن تمرین کنین، این تمریناتی که گفتم بهتون تمرین کنین که تو جلسات آینده به مشکلی بر نخورین. تا جلسه آینده خدا نگهدار.